سلام، به یه قسمت دیگه از ویدیوهای من خوش اومدید. توی این قسمت در ادامه سری گردشی در سیستم عامل می‌خوایم بریم ببینیم که خود سیستم عامل به صورت تئوریک‌تر چجوری حافظه رو بررسی می‌کنه. با ما باشید. خب، یه سری هدف داره سیستم عامل از این کاری که می‌کنه. اولا بدونید که همه ی حرفی که از حافظه می‌زنیم اینجا حافظه رمه. یعنی هدفمون اینه که بگیم که آقا رم اصلا چجوری کار میکنه و اینجا حافظمون حافظه غیر دائمیه. یعنی چی؟ میخوایم یه کاری کنیم که با این مدیریت حافظه سیستم عامل بتونه انتقال بده نرم افزارا رو. اونجایی از حافظه که نرم افزار ما اونجا لود میشه ارث بابای نرم افزار ما نیست، پس غیر دائمیه و بایستی سیستم عامل بتونه که قسمت‌های مختلف حافظه رو منتقل کنه. نکته دوم حفاظته. باید نرم سیستم عامل یه سازوکاری ایجاد کنه که نرم افزارها به حافظه بقیه دسترسی پیدا نکنن. حالا چه ناخواسته باشه این اتفاق و به خاطر خطای سیستمی باشه، چه ناخواسته، چه دسترسی غیر مجاز باشه به هدف هک کردن یا حالا هر چیزی. و نکته بعدی اینه که میخواد هدفش اینه که اون حافظه رممون رو به اشتراک بذاره. برای چی؟ برای اینکه بهینه‌تر باشه. شما فرض کنید یه نرم افزاریه که همیشه یه تیکش اجرا میشه ولی خودش مثلا اندازش 100 گیگه، پس نبایستی همه اون رو تو حافظه داشته باشه و بالعکس ممکنه یه چیزی رو بیاره تو حافظه و نتونه اون رو چیز کنه و اینجوری بهینه‌تره که بتونه حافظه رو به اشتراک بذاره بین انتیتی‌های مختلف. هدف بعدیش هم اینه که بتونه تفاوت ساختار فیزیکی حافظه، یعنی اون چیزی که توی رم دقیقاً داره اتفاق میفته، یه ساختار داده پشت سر همه و خطیه رو تبدیل کنه به یه نرم افزار ما که حالا ماژولاره، یه تیکه هایش ماژولای برنامه نویسی DLL و SO این چیزاست که لود میشه و فقط خواندنی اجراییه و یه تیکه های دیگه مون اصلا قابل تغییر رم، هیپ، استک و این دقیقا همون چیزاییه که توی چند تا ویدیو قبل در موردش حرف زدیم، در مورد اینکه حافظه چجوریه، مدیریت حافظه تو هیپ چجوریه، سگمنت ها چیان. حالا اگه دوست داشتید برید اونا رو حتما ببینید. خب، تکنیک های مختلفی وجود داره برای مدیریت حافظه. یکیش تقسیم بندیه، انگلیسی هاش رو هم من میگم، تقسیم بندی یا پارتیشنینگ. وقتی ما پارتیشن میکنیم میتونیم دو مدل پارتیشن کنیم، پارتیشن های ساده و یا پارتیشن های پویا. پارتیشن های ساده نکتهشون اینه که هدر رفته فضا دارن، یعنی یه طول ثابتی رو میگیریم و نکته اینه که این پارتیشن ها رو اختصاص میدیم به نرم افزارامون و بایستی یه جوری بگیریم که نرم افزارامون تو این پارتیشن ها جا بشن. پویاش اینجوریه که به اندازه‌ای که سیستم ها اون پروسس میخواد اون رو بهش میدیم، ولی عملا دیگه نمیتونیم کاری کنیم. یعنی یه پارتیشن رو که دادیم به یه دونه مثلا پروسس، دیگه نمیتونیم اونو ازش بگیریم تا زمانی که اجراست اونو داره. نکته بعدی صفحه بندی یا پیجینگه که به دو شکل ساده و مجازی اتفاق میفته. سادهش اینجوریه که ما مثل تقسیم بندی پارتیشنینگ میایم فضا رو تیکه تیکه میکنیم، ولی این دفعه تیکه هامون یک سایزه و بهشون میگیم پیج و ممکنه یه نرم افزار یک تا ان تا پیج برای خودش داشته باشه. حالا میتونه این به صورت ساده باشه، میتونه به صورت مجازی باشه، یعنی ویرچوال پیجینگ داشته باشیم، ویرچوال پیج هم داشته باشیم و اونو بیشتر حالا در جلوتر اصلا در مورد اینکه مجازی چیه، چه جوریه حرف میزنیم. و اونم دقیقا اینو میگه که شما لازم نیست که همه صفحه ها توی حافظه باشه و میتونه حتی بیرون از حافظه باشه. قطعه بندی هم یعنی سگمنتیشن برخلاف پارتیشنینگ. سگمنتیشن اینجا دقیقا میگه که ما میتونیم چیز رو این صفحه بندیه، خیلی شبیه صفحه بندیه، یعنی هر نرم افزار از یک جا تا این تا قطعه تشکیل شده و این قطعه های ماکسیموم سایزی دارن، یعنی مثلا ممکنه بین 1 کیلوبایت تا 4 کیلوبایت باشن، حداقل حد اکثر دارن و به همین خاطر یه مزایایی نسبت به پیجینگ دارن. تو پیجینگ یه هدر رفت اون تیکه خالی پیجا وجود داره ولی اینجا اونم وجود نداره و بازم میتونن به صورت ساده باشن، یعنی اینکه ما همه پیجای یه پروسه رو بیاریم توی حافظه، همه قطعه هاش رو، همه سگمنت هاش رو میتونیم به صورت مجازی باشه، یعنی اونایی که فقط نیاز داریم رو بیاریم توی حافظه.
خب حالا بریم سراغ حافظه مجازی. اصلا این حرفی که ما میزنیم از حافظه مجازی یعنی چی؟ تو حافظه مجازی یعنی این که نرم افزار ما به اصطلاح یه آدرس سپیسی رو میبینه، یه فضای آدرسی رو میبینه و سخت افزارمون یه فضای آدرس دیگه ای داره و این تبدیل آدرس از اون فضای مجازی به این فضای واقعی رو سیستم عامل انجام میده. سیستم عامل هم به تنهایی این کار رو انجام نمیده، یه سخت افزار، ترکیبی از سخت افزار و نرم افزار، یعنی سخت افزار یه سری رجیستر و متد و آپکد و اینا ایجاد میکنه برای ما که اجازه بهمون میده آدرس ترنسلیشن داشته باشیم، یعنی تبدیل آدرس مجازی به آدرس واقعی داشته باشیم، و سیستم عامل هم به صورت کلی رو اینا کنترل میکنه و روش‌های مختلفی هم داره. مثلا میتونه به صورت یک لایه باشه، یعنی یه بار تبدیل بشه از یه جدولی به یه جدول دیگه، میتونه یه جدول دو لایه باشه، میتونه یه جدول وارونه باشه، میتونه یه تیکهش کش بشه یه تیکهش کش نشه، و پیاده سازی اینا وابسته به اون سخت افزاره، یعنی هر سی پی یوی، هر مدر نسل سی پی یوی یه جوری اینو پیاده کردن، و اندازش هم اندازیه پیجا یا سگمنت ها، ماکسیموم سگمنت هامون هم وابسته باز به سخت افزاره. مثلا کرای 7 میگه که هر پیج من بین 4 کیلوبایت تا 1 گیگابایت میتونه باشه، میپس میگه بین 4 کیلوبایت تا 16 مگ باشه، و این عملا یه چیزیه بین سخت افزار و نرم افزار که هدفش اینه که ترجمه کنه آدرس پیجا و آدرس های حافظه‌ای که تو سیستم عامل به صورت مجازی اختصاص شد داده شده. چرا حالا مجازیه؟ برای اینکه بتونه بگه آقا جان اصلا این رفت یه جای دیگه، بعدن آدرس پیج و بیس پیج رو عوض کنه، بعدن شما بتونی از یه جای دیگه اصلا ازش استفاده کنی، این آدرس مجازی رو تبدیل کنه به آدرس واقعی. حالا این مقدمه رو که گفتیم، میریم سراغ اینکه هر سیستم عاملی داره از این چجوری استفاده میشه. توی یونیکس و سولاریس از پیجینگ یا همون صفحه بندی استفاده میشه، ولی برای پروسسا و ارتباط با دیسک. یعنی این چی؟ یعنی این که میاد میگه که آقا جان من دارم صفحاتو میگیرم، صفحات از یه اندازه بزرگتره و اینا رو برای پروسسا و دیسکام استفاده میکنم، اما خود کرنل نیاز داره که یه سری حافظه رو تخصیص بده، مثلا فایل دیسکریپتور درست کنه، فایل دیسکریپتور پاک کنه، اطلاعات مربوط به پروسه ها رو نگه داره و اینجور کارا. اونم یه حافظه نیاز داره که اون رو از یه روند مجزایی استفاده میکنه که کرنل مموری الوکیتور بهش میگن، که یه ساختار برای ساختارهای داخلی کرنل از اون روند استفاده میکنه، یعنی صفحه بندی رو برای اون چیزایی که یوزر اسپیسه و آی او داره استفاده میکنه عملا، و از یه چیز خاص داخلی هم برای اون چیزایی که داخل خود سیستم عاملشه استفاده میکنه، داخل خود کرنلشه. تو یونیکس و سولاریس اینجوریه. توی لینوکس اینجوریه که ما یه صفحه بندی سه سطحی داریم. یعنی چی؟ یعنی این که میاد تو لینوکس میگه که یه دایرکتوری دارم، یه دایرکتوری میانی دارم و یه جدول. وقتی میخواد آدرس حافظه یه پروسه یا یه آدرس حافظه رو پیدا کنه، اول میاد تو دایرکتوری نگاه میکنه، بعد تو دایرکتوری میانی، و بعد میره سراغ جدول صفحات که پیدا کنه. با این کار سرعت دسترسی رو انگار برده بالا و یه جوری اندیس کرده کل اون پروسه رو، و دسترسی به جدول حافظه که میتونه بزرگ باشه خیلی زیاد شده. اینجا برخلاف سولاریس که کرنل میومد یه روند جدایی داشت، اینجا از همون روند ایجاد صفحه استفاده میکنه خود کرنل هم. یعنی اینکه کاری که میکنه به صورت بهینه سعی میکنه صفحات رو ایجاد کنه، پیجا رو تو حافظه تو رم ایجاد کنه و پاک کنه، و ولی هر صفحه یه استفاده داره. اینجا مفهوم استفاده برای هر پیجی رو گذاشته که میتونه تو خود پروسه استفاده بشه، تو کرنل استفاده بشه، برای مثلا چیزهای مختلف استفاده بشه، که این کار رو عملا خود کرنل مدیریت میکنه. یعنی اینجا برخلاف سولاریس ساختار مجزایی برای این نداره. در مورد مدیریت حافظه تو ویندوز، اونم با صفحه بندی استفاده میکنه، و نکته اینه که نصف حافظه رو برای او اس در نظر میگیره، نصف فضای حافظه، نگیم نصف حافظه فیزیکال، چون ممکنه اون استفاده نشه. یعنی چی؟ یعنی این که عملا به این خاطر بود که توی 32 بیتا میشد 4 گیگ بیشتر استفاده نکرد،
توی 32 بیت بیشتر از 4 گیگ نمیشد استفاده کرد و این محدودیت رو داشت و عملا 2 گیگ بالاش برای خود سیستم عامل استفاده میشه، 2 گیگ پایینش برای پروسه ها و اینجوریه. و هر صفحه توی ویندوز 3 تا حالت داره، در دسترس، رزرو شده است یا کامیت شده، که در دسترس اون چیزیه که در دسترس میشه تخصیصش داد، رزرو شده اون چیزیه که الان داره استفاده میشه، کامیت شده اون رزرو شده ایه که دیگه رفته رو دسک، رو دیسک و پیج فایلا، یه فایل گنده ای معمولا تو درایو سی عملا اون پیج فایلای کامیت شده است. یه روند اینجوری هم تو لینوکس داریم به نام سواپ، اما توی حداقل کتاب استالینگز که من این اسلاید رو از اون ساختم در موردش حرفی نزده بود. خب این ارائه ما هم تموم شد. خیلی ممنون که گوش دادید، امیدوارم به دردتون خورده باشه. لطفا مشترک شید، حتما به دوستاتون معرفی کنید. بهترین تبلیغی که برای من میتونید بکنید اینه که دوستاتون بگید بیان و عضو شن و مشترک شن تا ویدئوها بیشتر بازدید بخوره و من بیشتر ترغیب بشم که بتونم ویدیو جدید بسازم. نکته بعدی که وجود داره اینه که حتما به من بازخورد بدید. بازخوردهای شما بهم کمک میکنه که چه ویدیویی با چه محتوایی بسازم. این دفعه مثلا تئوریک تر بود همه حرفا، تا قبلش داشتیم در مورد چیزهای عملی حرف میزدیم، اما این هفته من هر چی فکر کردم موضوع با ربط به سیستم عامل و پروسه پیدا نکردم، پس رفتم سراغ یه موضوعی که عملا تو کتاب استالینگز بود و خودم نسبت بهش دیدم دید کاربردی میشه ایجاد کرد یا به درد میخوره اون دید کاربردی، و به همین خاطر اینو گفتم این دفعه. امیدوارم به دردتون خورده باشه و بازم میگم به من بازخورد بدید. احتمالاً هم ویدیو بعدیم در مورد سافت اسکیلاس، حالا تصمیم فعلیم اینه تا ببینم چی میشه. خیلی خوشحال شدم که گوش دادید. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار.